نیکا هنگ کوثر تحلیلگر حوزه آب و محیط زیست از واشنگتن با ما همراه هستند. آقای کوثر، دادستانی استان مازندران دستور داده که با مسببان قطع 4000 اصله درخت برخورد میشه، در حالی که خیلی از فعالان محیط زیست این واکنش دادستانی رو ظاهری و بی اثر میدونن. چرا؟ درود. در طول 4 دهه تخریب محیط زیست به وسیله جمهوری اسلامی هیچگاه ما ندیدیم که تخریبگران باشون برخورد بگیره. در هر منطقه نور خانواده ناطق نوری و نزدیکانشون جزو مخربان محیط زیست بودند، اما چه اتفاقی افتاده بر اونها؟ عملا هیچ. اما نکته دیگر این هست که در ارتباط با همین طرح هم نقش وزارت نیرو تا حد زیادی پنهان مونده و طرح گردشگری تا حد زیاد در اون منطقه چمستان قرار داره و متاسفانه در این باره صحبتی نمیشه. وزارت نیرو یکی از تخریب کنندگان اصلی منابع درختان، جنگل ها و مراتع در طول این 4 دهه بوده و در حالی که دستگاه قضاییش به عنوان اعدام کننده شناخته میشه، وزارت نیروی که از نابود کنندگان اصلی و قاتلان درخت های کشور بوده که این بار هم با یک مجوزی که به هر نحوتی به این بخش هم ممکنه داده باشه این درختان رو از بین بردند. آقای نیکا هنگ کوثر، آیا دولت‌ها و نهادهای دولتی، حتی سازمان حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی، از اثرات قطع این درختان بی اطلاع هستند و چگونه مجوز قطع درختان و یا تغییر کاربری منابع طبیعی به این سادگی در اختیار نهادها و مجموعه‌های مرتبط با خانواده‌های قدرتمند قرار می‌گیرد؟ متاسفانه با وجود اینکه از سال 89 و به عبارتی سال 1390 برای پروژه‌های بزرگ ارزیابی اثرات محیط زیستی به عنوان یک نکته که بایستی رعایت می‌شده در قانون آمده است و هیئت وزیران اون رو تصویب کرده، اما برای پروژه کوچک معمولاً با رشوه و یا روش‌های دیگری میان و مسئله رو حل می‌کنن. اما در هر جای دنیا الان هر پروژه‌ای که بخواد اجرا بشه در کشورهای دموکراتیک و پاسخگو بایستی ارزیابی صورت بگیره که تغییراتی که در محیط زیست صورت میگیره چه آثاری برای خود محیط زیست، برای مردم، برای اقتصاد و در آینده اون منطقه بر جای خواهد گذاشت. متاسفانه الان از جنگل‌های پیرکانی که سنی به روایتی بالای 50 میلیون سال هم دارن، نصفش در ایران از بین رفته و تازه اون قسمتی هم که باقی مونده دیگر اون تراکم سابق رو نداره و بسیاری از سیل‌هایی هم که در مناطق مختلف شمال کشور ما میاد به واسطه فرسایشی هست که ناشی از بین رفتن این بخش‌های جنگلی بوده. وزارتخونه‌های مختلف از جمله وزارت نیرو و همچنین خانواده‌های قدرتمند با دلایل مختلف، با انگیزه‌های مختلف این درختان، این جنگل‌ها رو از بین بردن و قطع درختان و قتل درختان تبدیل به یک عادت و یک رویه شده. تا زمانی که برخورد قانونی قاطع صورت نگیره، نه تنها با این مسببان، با اونهایی که مجوز میدن، با کارشناسانی که تغییر کاربری رو امکانش رو فراهم میکنن، من متاسف ادامه خواهد بله تا چند دهه دیگر هیچ اثری نمونه. صدای شما قطعی زیاد داره. ممنونم نیکا هنگ کوثر، تحلیلگر حوزه آب و محیط زیست از واشنگتن با ما.